سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 8:30 شب به وقت تهران، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن ابری و بارانی با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت پیشرو میپردازیم به روابط ایران و غرب در جمهوری اسلامی، پیامدهای سفر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری نظام فقیه به نیویورک و آنچه که در عرصه مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و 5+1 میگذرد. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر. در استودیو آقای ناصر محمدی روزنامه نگار و در نیویورک آقای هوشنگ امیر احمدی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه رادگرز. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای محمدی عزیز سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی و مهمان محترم برنامه آقای دکتر امیر احمدی و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. و به شما هم سلام میگیم آقای هوشنگ امیر احمدی عزیز. سلام از بنده است برای شما آقای محمدی و همه ایرانیان شنونده شما و غیر شنونده شما. و البته ما بیشتر بیننده داریم، به طور رادیویی هم پخش میشه در حاشیه و بیننده. بله، هم شنونده هم بیننده. بله، قدیما میگفتن آقای امیر احمدی شنیدن کی بود مانند دیدن، حالا میگن دیدن کی بود مانند شنیدن. دقیقاً همینطوره. خیلی چیزا بیشتر شنیدن. آقای محمدی گرامی، آقای حسن روحانی به نیویورک رفت، سخنانی گفت، سخنانی شنید، دیدارهایی داشت، دیدارهایی در حاشیه آشکار پنهان، هر چی که بود. مجموعه این سفر رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی از سال گذشته تا امسال این پرانتز میانی رو، یک ساله رو در مسیر روابط ایران و غرب چطور ارزیابی میکنید؟ گامی به جلو بوده به سود مردم ایران یا خیر در بر همون پاش نمیچرخید؟ ببینید، البته خب ایشون بار دوم هستش که به نیویورک رفتن و در مجمع عمومی سخنرانی کردن و خب در این یک ساله که اشاره فرمودید تغییراتی به هر حال حاصل شده است، چنان که میبینیم الان مقامات ارشد دو کشور آمریکا و ایران با یکدیگر گفتگو هم میکنن. اما این که بخوایم بگوییم در این سفر دستاورد خاصی داشتن، به اعتقاد من دستاورد چندانی به دست نیامد، زیرا که خب سخنرانی که آقای روحانی کردند دقیقا در جهت عکس سخنرانی بود که آقای اوباما کردند و به هر حال اصل اون مسئله دیگر که در میان بود و اون هم گفتگوهای اتمی بود، میبینیم که حالا آقای عراقچی میگوید در گفتگوهایی که در نیویورک پیش آمد پیشرفتی در مسئله هسته‌ای حاصل نشد. حالا آقای روحانی امیدوار هستش که بتوانند این مشکلات را حل کنند، ولی بنده معتقد هستم که در این سفر، خب حالا غیر از این که آقای روحانی اندکی لحنشون نسبت به سال گذشته برگشته بود، به خصوص در مورد گروه‌های تندروی مثل داعش و دیگران
که آمدن غرب رو در واقع متهم کردن به این که این گروه ها اصلا دست ساخته کشورهای غربی هستند و یک مقدار حساسیت برانگیخت. و خب میبینیم که نطق آقای نتانیاهو، نطق آقای اوباما و به ویژه نطق آقای کامرون، اینها چیزایی بود که در مقابلش ما شنیدیم و دیدیم و من فکر میکنم این سفر دستاورد چندانی از اون جهت نداشت. و دیگر این که در داخل هم گروه های تندرو و اصولگرا رو در واقع مواضع اونا رو بیشتر تقویت کرد. میبینیم که در داخل الان هم آقای روحانی و هم آقای ظریف مورد حملات بسیار شدیدی قرار گرفتند. اما اجمالا عرض بکنم پارسال رو بنده موفق‌تر از امسال می‌بینم، اما در این میانه به هر حال گفتگوهایی از نظر هسته‌ای انجام شده که آقای ظریف می‌گوید 50-60% مشکلات از بین رفته، این رو 3 ماه پیش گفتن، ولی حالا می‌بینیم که مشکلات اساسی همچنان باقی است و به این زودی‌ها هم حل نخواهد شد. جناب چنانی آقای امیرحمدی دستاورد چندانی نداشت امسال، سال گذشته بهتر بود آنچه که آقای محمدی گفتن. تفسیر شما رو میشنم درباره آمد و رفت حجت الاسلام. بله، عرض کنم که پارسال آقای روحانی تازه یه ماهی بود رئیس جمهور شده بود و خودش و اطرافیانش هم زوغ زده بودند و هم با یه شوراحالی وارد میدان شده بودند و فکر میکردن که با این جبی که در ایران بعد از انتخابات به وجود اومده و این چهره های جدیدی که اینا دارن تغییرات اساسی میتونن تو روابط بین المللی، مخصوصا در رابطه با مسائل ایران و امریکا و غنی‌سازی انجام بدن. خب با اون فرض اومدند و مردم هم که دوربر مردم، منظورم هم ایرانی ها هم امریکایی هم اروپایی ها که دوربر اینا جمع شدن، اینها رو به عنوان چهره های جدید و یک تغییر اساسی و یا یک چیزی که به اصطلاح به قول خودشون سورپریزینگ و غافل گیرنده بود روبرو شدن و با به اصطلاح با آغوش بازتری از اینا پذیرایی کردن و با آغوش بازتری دید و بازدید کردن و حرفاشون رو خیلی به اصطلاح با دقت و با جدیت دنبال کردن و باور کردند. وقتی هم بود که آقای روحانی و آقای ظریف داشتن به یهودی ها برای عیداشون تبریک میگفتن و از این حرفا، خب اون جو خراب شده، از بین رفته به یه جب جدیدی، جب واقعی، جب واقع گرایانه ای شکل گرفته که این جب متفاوته. این جب جبیه که درش یک سال و نیم هم در داخل ایران هم در خارج ایران تکاپو و تلاطم بوده در رابطه با مسائل هسته‌ای، حقوق بشر، توسعه تو داخل کشور، وضعیت مردم. و به نظر من به طور کلی این دفعه وقتی که همین مردمی که پارسال با آقای روبرو شدن، امسال وقتی که با این جمعیت روبرو شدن، دیگه اون به اصطلاح امید و آرزوها و انتظارات را دیگه نداشتن، واقع بینتر بودن. آقای روحانی و نیروهاش هم بیشتر واقع گراتر شده بودن و دیگه به قول خودم در یه جایی گفتم اینا عادی شدن در این یه سال، یعنی از این حالت غیر عادی که مثل که همه چیز داره عوض میشه یا شده با اومدن اینا، تبدیل شدن به یه نیرویی که مثل بقیه دولت‌های جمهوری اسلامی در گذشته مسائلی دارن و به اصطلاح گرفتار یک موازی هستن و به هر حال باید در این شرایط هر چیزی که بتونن انجام بدن. و اما در رابطه با اینکه اینا توفیق داشتن این دفعه یا نه، ببین رؤسای جمهور معمولا وقتی به سازمان مجمع عمومی میان، مجمع عمومی سازمان ملل، عموما با یک هدف مشخص میان یا دو تا هدف، ولی در کنار اون دو تا هدف یه هدف مشخص یه سری هدف های دیگه است. مثلا
اینا همیشه دنبال تبلیغ هستن، میان برای دولت خودشون، کشور خودشون تبلیغ کنن، میان که اطلاعات بدن، میان که اطلاعات بگیرن، میخوان فقط دید و بازدید بکنن از این حرفا. خب این اتفاقات افتاد، در همین دفعه با آقای روحانی افتاد، با روزنامه‌نگارها صحبت کرد، برای دولت خودش تبلیغ کرد، برای سیاست تعادلش، تعاملش تبلیغ کرد، و اینکه ایران روی ثابتیه اونجا و کشور باثباتیه و نمیدونم زده پدر داعش رو در آورده و بدون اون نمیشه هیچ کاری کرد و از این حرفا. خب این حرفا رو زد. و اما یک به نظر من مهمترین هدفی که آقای روحانی رو به واشنگتن کشوند این بود که یک تغییر موضوع تأثیر مثبت روی روند مذاکرات هسته‌ای بگذاره و تا جایی که شاید بتونه امتیازی بگیره، و اون امتیازی رو که میخواست بگیره سر تحریم های سازمان ملل متحد بود، و بنابراین اومدن توی سازمان ملل متحد و دیدن این اعضای شورا و دیگران براش یه فرصتی بود که شاید بتونه اینا رو خصوصی گرفت یا نگرفت. آره عرض کنم حضورتون که خب نگرفت متاسفانه. در این رابطه میخوام بگم که اگر هدف اصلی اومدن آقای روحانی که به نظر من بود این بود که بیاد و این تأثیر رو بذاره و این تحریم ها رو کم کنه، خب نشد. اینجا به نظر من حتما میرسیم آقای امیر احمدی به این مسئله تحریم ها. اما آقای محمدی شما بفرمایید که گره مشکل اتمی جمهوری اسلامی با غرب 5 به اضافه 1 اساسا در چی هست؟ ببینید جناب چلنگی، وقتی که عمیقا نگاه بکنیم به قضیه، مسئله این هستش که جمهوری اسلامی ادعا می کند که من تمام فعالیت های هسته‌ای هم در راه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتم برای تولید برق است و انرژی. بسیار خوب، آدم وقتی نگاه میکنه میبینه جامعه جهانی با مسئله فرض بکنه نیروگاه بوشهر مشکلی نداره. آیا کسی شده که بگه چرا در مورد نیروگاه بوشهر شما دارید تلاش میکنید تا از اتم استفاده بکنید؟ نه، بحث بر سر اون فعالیت های مخفی است که جمهوری اسلامی انجام میدهد، و آنچه که جامعه جهانی میخواهد این استش که آقا این فعالیت ها باید مورد بازرسی قرار بگیره، همچنان که نیروگاه بوشهر مورد بازرسی قرار میگیره. ولی میبینیم آقای ظریف فی المثل در همین مذاکراتی که در نیویورک داشتن در گفتگو با خبرنگاران این رو تأکید کردن که ما اجازه بازرسی از نیروگاه از تأسیسات پارچین را نمی دهیم، چون این تأسیسات در مرکز نظامی ساخته شده و طبق همه قراردادهای بین المللی مراکز نظامی از بازدید معاف هستند. خب این خودش بهترین اعتراف است که این نیروگاه در مرکز نظامی چرا باید ساخته بشه و چرا اجازه بازدید داده نمیشه. از زمانی که میگویند از 10 سال پیش تا حالا، البته در سال گذشته اندکی از سرعت افزایش تحریم ها کاسته شد و اورانیوم 20% هم که تولید کرده بودند تبدیل به اکسید و یا رقیق شد، اما از 10 سال پیش تا حالا تغییر دیگری به وجود نیامده. همون حرفا رو آقای احمدی نژاد هم با زبان دیگری میزد، حالا هم آقای ظریف میگوید ما اجازه بازرسی نمیدهیم و نیروگاه فوردو رو هم باز نمیذاریم بازرسی بکنن چون در دل کوهاست، در مرکز نظامی است. خب سوال این هستش که غرب میخواهد مطمئن بشود که جمهوری اسلامی در صدد ساخت سلاح اتمی نیست و تنها راهش هم این هستش که به نمایندگان آژانس، به بازرسان آژانس اجازه بدهند که بروند و بازرسی بکنند، و این کار رو نمی کنند. حتی در سال 2003 که بیانیه سعدآباد صادر شد و غنی‌سازی به طور داوطلبانه در زمان آقای خاتمی متوقف شد، دیدیم که 2 ماه 3 ماه قبل از رفتن آقای خاتمی
با آمدن یعنی با مقدمات آمدن آقای احمدی نژاد لاکومورا رو شکست. خب این اعتماد رو ندارند و جمهوری اسلامی هم هنوز راهی برای این که اعتماد رو جلب بکنه نه خودش جلو میذاره، یعنی پیشنهادی رو جلو میذاره، نه به پیشنهادهای غرب توجهی میکنه. بنابراین بنده بعید میدونم که در 24 نوامبر بتوانن به نتیجه نهایی برسن. آقای امیرحمدی، بالاخره اعتماد داشتن پیدا کردن یا ساختن یا هر چی که هست یا عدم اون بی‌اعتمادی به دست نیومدن اعتماد، این یه زمانی یه مدتی داره، در اون سالها بیش از یک دهه است که این بازی اعتماد و عدم اعتماد بین طرفین هست، فرقی نمی کنه چه 5+1 ازش باید پرسید چه جمهوری اسلامی. شما بالاخره بیش از 10 سال هست، تقریبا بیش از 15 ساله که این بازی ادامه داره. ما اعتماد نمی کنیم، نه قرار اعتماد کنیم، 2 ماه دیگه یه کار کنیم اعتماد کنیم. قضیه چیه؟ نکته اصلی، مشکل اصلی اون وسط چیه؟ یه دیگه هم گاهی میان یه حرفایی میزنن از جیمی کارتر گرفته تا خیلی ها دیگه که بله حالا یه بمب هم اگه داشتن مثلا مشکل نیست. جمهوری اسلامی هم از اون ور میگه ولی فقیه که اصلا خلاف دین و مذهب ماست. و اگه همه اینجوریست پس کاره یه روزه، 2 روزه، 3 روزه چیه؟ قد مشکل کجاست؟ بله، مشکل در انقلاب اسلامی 1979 است. بین ایران و امریکا، بین ایران و غرب یک انقلاب نشسته و این انقلاب هنوزم ادامه داره. رهبر این انقلاب هنوزم همون یکی 25 سال پیش 24 سال پیش بود، یعنی آقای خامنه ای. به صراحت میگه من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم. هنوز تمام نهادهای انقلابی رو که در مقطع انقلاب به وجود اومدن وجود دارن. انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادگاه های انقلاب، کمیته های انقلاب، حزب الله، سازمان های دیگه و غیره. به هر حال انقلاب در جریان انقلاب ادامه داره و یک انقلاب دائم قرار باشه، یک انقلاب اسلامیه. و چون اسلامی اون قسمت اسلامیش تمامی نداره، پایان نداره، این انقلاب هم پایان نخواهد داشت. بنابراین اولا مشکل اینا اون شمل بی‌اعتمادی در این انقلابه. تا وقتی که این انقلاب هست و تا وقتی جمهوری اسلامی انقلابیه، اعتماد به وجود نخواهد اومد. نه این انقلاب از روز اولش اگه خوب دقت کنید ضد امریکا و غرب بوده و کماکان هست. به امریکا هم هرگز با یه انقلابی که ضدش بوده زندگی نکرده. بنابراین این واقعیت رو باید پذیرفت. اما در همین حال هم انقلاب و هم نیروهایی که ضدش هستن همیشه سعی میکنن که روابط رو به شکلی مدیریت بکنن که به اصطلاح یه وضعیت خوبتری ایجاد بشه. امریکا سعی کرده در این مدت هرچی بیشتر این انقلاب رو ضعیف کنه و نیروهای انقلابی رو سعی کنه ترد کنه. خب به انواع اقسام کارها کرده، تحریم کرده، تغییر رژیم خواسته بده و کارهای مختلف، خب نشده. جمهوری اسلامی هم سیاستش در مقابل امریکا خیلی ساده است، نه جنگ نه صلح، نه میخواد با امریکا بجنگه نه میخواد با امریکا صلح بکنه. و هر موقع کفه صلح این ترازو زیاد میشه میره به طرف دعوا و داد فریاد، هر موقع کفه ترازو به سوی جنگ زیاد میشه میره به طرف. اما اینی که میفرمایید، ببینید خیلی همین انقلابی که اسم میبرید خیلی ها بر این نظر هستن که دولت جیمی کارتر در به پیروزی رسیدن آیت الله خمینی نقش داشت. این اعتقادی است مبتنی بر اقدامات اون زمان، درست یا نادرست؟ و فرقی نمی‌کنه. و یک اجازه بفرمایید. و یک نکته دیگه این که در این 6 سال اخیر دولت پرزیدنت اوباما هم سیاست نوعی کژدار و مریض رو با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و امتیازاتی هم که غیر لازم بوده حتی داده به جمهوری اسلامی. به گفته مخالفان آقای اوباما در اینجا در واشنگتن، در کنگره و در سنا و مطبوعات و رسانه‌های آمریکا.
خب این یه ور قضیه است، یعنی این نبوده، یعنی دست کم اگر شما حالا اشاره کردید آمریکا سر ستیز داشته با انقلاب که این جای بحث داره که آیا چنین بوده یا نبوده، اگرم چنین بوده میبینیم نشونهاش که دیگه نیست. آقای اوباما در گیرودار آنچه که جنبش سبز بود بسیاری بر منتقدانش همین حرف میزنن که برای آقای خامنه ای پیام فرستاد، نشانه ای از حمایت ایشون در برابر آنچه که جنبش مردم بود. نه ببینید، هنوزم که داریم در رابطه با این مذاکرات صحبت میکنیم، هیچ مذاکره ای روی رابطه ایران و امریکا در جریان نیست. آقای خامنه ای به هیچ کدوم از این نیروهای از روحانی تا ظریف گرفته اجازه نداده سر رابطه بحث کنن. بحث اینا سر مسئله غنی سازیه. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در این 7 8 سال گذشته یک دفعه رفت به طرف یک چالش با امریکا و سعی کرد که غنی سازی 20 درصدی بکنه. آقای رو احمد نژاد داشت میگفتم 60 درصدی میکنم. امریکایی‌ها ترسیدن، امریکایی‌ها ترسیدن که اینا دارن بمب میسازن و به نظر من به طور تاکتیکی و مرحله‌ای وارد این میدون شدن که جمهوری اسلامی را سر این جریان مشخص خلع سلاح کنند. و تصادفاً با اومدن آقای روحانی و در و با این مذاکرات توفیق پیدا کردن. این قراردادی که در ژنو یک سال پیش امضا شد یک شاهد خوبیه که این تونست جمهوری اسلامی رو، یعنی این برنامه های اصلی جمهوری اسلامی رو در جاهای متوقف و در جاهای دیگه هم به عقب برگردونه. هیچ پیشرفتی از اون موقع تا الان در مسئله هستی ایران نشده. نکته دیگه هم که بگم، فقط برای اینکه بدونید مشکل انقلاب چیز دیگه ای نیست، ببینید خود همین پارچین بارها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدید شده، نه اینکه اینا پارچین رو بازدید نکردن. در آخرین دفعه هم که بازدید شد قرار شد که دیگه پارچین رو بازدید نکنن، اما چون مشکل ایران و امریکا یا ایران و پنج به اضافه یک بر میگرده به گذشته، به اون اینه که به هر حال پارچین مطرح میشه برای اینکه پارچین است. اگه حرف شما رو خیلی خلاصه بخوایم بگیم، یعنی شما دارید میگین پنج به اضافه یک هر پنج کشور، یعنی روسیه، چین و سه کشور دیگه به اضافه آلمان، آمریکا و فرانسه و انگلیس، اینها همشون مشکل اساسیشون انقلابه، اما آمدن برنامه اتمی رو بهانه کردن. یکیش بله حتما اینه. انقلاب یعنی ببین وقتی که ما میگیم انقلاب، یعنی چین و روسیه هم جزء این پنج تا ضد انقلاب هستن و اومدن. ببین اولا هم ببین اجازه بدید، به انقلاب یه تبعاتی داره. وقتی ما میگیم انقلاب از یه چیز، خلاصه بفرمایید چه آقای محمدی منتظر من. انقلاب وقتی که میگیم از یه چیز واهی حرف نمیزنیم. انقلاب انقلاب یه چیزیه که مثلا از توی انقلاب ممکنه بمب در بیاد، از توی انقلاب ممکنه نیروهای حزب الله و حماس در بیاد، از توی انقلاب ممکنه طرفدارای آقای احمد خاتمی در بیاد، انواع و اقسام لاریجانی در بیاد. انقلاب وقتی که ما میگیم یه تبعاتی داره و این تبعات که نگران میکنه اینا رو، مثلا امریکا رو، حتی روسیه. 35 سال روسیه هم مثل امریکا نمیخواد ایران بمب داشته باشه. روسیه و چین هم از همه تحریم‌های دو موضوع هست آقای امیر احمدی. اینی که نمیخوان ایران بمب داشته باشه یه حرفه، اینی که ضدیت با انقلاب و آمدن این رو بهانه کردن اتمی یه حرف دیگه است. یعنی شما میگین ریشه این مشکلات عدم اعتماد یا هرچی که هست به خاطر ضدیت این حضرات هست با انقلاب. ببین ما قبل ما که تازه از دنیا نیومدیم که ایرونی ها قرنها اونجا بودن، قبل از انقلاب هم یه دولتی اونجا بود به نام دولت شاه. خب ما چطور شد یک دفعه تمام این دنیا بر علیه ما بلند شد؟ آخه این هرچی حساب داره دیگه. ما میگیم شما تا مقطع شاه امریکا دوست ما بود، اروپا دوست ما بود، همه که حتی روسیه. به نظر شما چرا؟ دنیا عوض شد با انقلاب. دنیا دنیای ما، دنیای ما عوض شد.
بله خب اجازه بدین جواب این سوال شما رو آقای محمدی بدم. آقای محمدی بفرم. والا مسائلی که آقای دکتر مطرح فرمودن مسائل مختلفی است که حالا به جنبه‌هایش اگر وقت باشه میپردازم. از همین گونه آخریش اگه شروع بکنیم بله ممنون میشه. این گونه که بخوایم تفسیر بکنیم که چون انقلابی انجام شده است و انقلاب تبعاتی دارد پس جامعه جهانی اصلا باید بپذیرد، اشاره کردن که انقلاب خب مسئله هسته‌ای رو داره، مسئله حزب الله رو داره، حماس رو داره. یعنی چی؟ یعنی باید جامعه جهانی همه اینا رو بپذیره و صداش هم در نیاد. نه من هم حرفی نزدم، من گفتم که به هر حال این تبعاتشه و دنیا به خاطر همینم خب حالا جمهوری اسلامی مخالفت حالا. داره به خاطر به خاطر همین هم خب الانم که میبینیم جمهوری اسلامی انتظاراتی که دارد این است که آقا من کارامو بکنم، نیروگاه اتمی بسازم، بعد بغلش یواش یواش بمبم درست بکنم، حزب الله رو اونجا حمایت بکنم، حماس رو هم هر دفعه در دستم داشته باشم که از صلح میان اسرائیل و اعراب جلوگیری بکنه، جهاد اسلامی هم همینطور. بذاریم من کارامو بکنم، شما هم به کار ما کاری نداشته باشید. شما ببینید آقای کامرون به سه نکته بسیار بسیار مهم اشاره کردن. آیا چون انقلاب شده است در یک کشوری باید اینها رو قبول کرد؟ اتفاقا ملاقاتی که آقای روحانی داشتن و آقای کامرون و رئیس جمهور فرانسه به نظر من مثلا آمدن که یک چهره و جست جدیدتری رو نشان بدن که میتوانند با هم کنار بیان. اما آقای کامرون در نطقش اشاره کرد و به واقعیت هم اشاره کرد که مسئله جمهوری اسلامی فقط مسئله بمب اتمی نیست، حمایت از گروه های تروریستی هست. ریشه داعش رو وقتی بشکافید میبینید که از همون حزب الله لبنان که 1982 توسط آقای معتصمی پور شکل گرفت به دستور آقای خمینی از اونجا داره میاد بیرون. آقای کامرون گفتن مسئله حمایت از تروریست هم هست، اون نحوهی که جمهوری اسلامی با مردمش عمل میکنه یعنی مسئله حقوق بشر هم هست. سیل فحش و ناسزا در مجلس شروع شد علیه اینا. خب حالا اشاره میکنن که قبل از انقلاب بله ما نظامی داشتیم که چون با جامعه جهانی رو راست عمل میکرد بسیار مواقع هم جنسهای خودش رو گرونتر میفروخت، مانند نفت که میدونیم ماجراش چی هستش، ولی دعوا نداشت. الان هم وقتی میگویید از پارچین بازرسی شده است، اتفاقا مقامات هم میگویند سه دفعه شده است، مقامات آژانس میگویند دو دفعه دیگه لازمه. اصلا اگر من دارم کار درستی میکنم بدون اشکال و ایراد بذاری صد دفعه بازرسی کنن. پروتکل الحاقی میگوید بازرسی های سرزده، خب چرا نباید بکنن؟ اگر جمهوری اسلامی واقعا تحت فشار تحریم ها نبود بر سر میز مذاکره باز نمیگشت. این رو ما هممون میدونیم. در زمان آقای احمدی نژاد 6 اولتیماتوم در واقع از سوی آژانس داده شد به رژیم جمهوری اسلامی که آقا اگر تبعیت نکنید از مقررات بین المللی تحریم پشتشه. آقای احمدی نژاد گفتن اینا کاغذ پاره است. اون 4 تا تحریم که صادر شد هیچ، تحریم های مستقل و اضافه هم کشورها برقرار کردن که بسیاریش اصلا به آمریکا ربطی نداره. اروپا آمد در سال 2012 اون ضربه نهایی که خورد، در سال 2012 جولای نفت رو خرید، نفت رو متوقف کرد و در ژانویه 2013 معاملات بانکی رو تحریم کرد. اینها باعث شد که جمهوری اسلامی بیاد سر کار، بیاد سر میز مذاکره بنشینه. و الا با فرض بکنید با این حرفایی که آمریکا بخواد بزنه یا مثلا جای حالا انقلاب رو قبول بکنه یه جورایی باشون کنار بیاد، اصلا چنین نیست. در کشوری که صبح تا شب ندای مرگ بر آمریکا میدن که هیچ، به قول آقای کیزینجر خطری که داره حتی از گروه داعش هم واسه منطقه بیشتره، چون میدانیم که هدف نهایی جمهوری اسلامی این استش که در منطقه یه خلافت اسلامی برقرار بکنه، ولایت فقیه رو اونجا هم مستقر بکنه. بنابراین به این سادگی من فکر نمی کنم بتوان این اختلاف ها رو از بین برد. اگر می شد
که خیلی خوب. خب اینو یک امتیاز برخی دونستن برای نظام پیش از انقلاب، نظام پادشاهی ایران در زمان شاه، که اتفاقا برنامه اتمیش مورد تایید یعنی موافقت غرب بود و از قضا خود نیروگاه اتمی بوشهر رو هم شوروی میساخت و روسا میساختن، یعنی موازنه، آنچه که موازنه بین سیاست خارجی ایران میرفت در اون زمان به گفته بسیاری که موافق چنین سیاست هایی بودن و مفصل. اما آقای امیر احمدی، در همین زمینه تفسیر شما میشم، یک نکته روانشناسی هست، شما استاد دانشگاه هستین قطعا به این نکات توجه دارید، در سیاست خارجی هم عمل میکنه. ببینید یک حکومتی در ایران بر سر کار هست، اصرارش بر این هست که ما میخوایم از انرژی اتمی استفاده های علمی و پزشکی برای مردم بکنیم. نیت بسیار بسیار خیری است، خیلی هم خوب. شما جای کشورهای غربی یا اسرائیل یا هر جای دیگه نگاه میکنین، رژیمی که این همه سختی رو میخره برای اینکه میخواد به خاطر مردمش نیروگاه اتمی داشته باشه، کمک کنه، پزشکی فلان، ولی میبینه همین رژیم در ابتدایی ترین کارها برای مردمش اصلا هیچ نوع احساس مسئولیتی نداره، از جمله به مدرسه رفتن کودکانش، از جمله بهداشت معمولی، از جمله آب آلوده‌ای که به مردم رسیده میشه یا ندارن اصلا، داروهای فاسدی که میاد، برنج فاسدی که وارد کشور میشه، وضعیت بهداشت و هوای آلوده و و و. میبینه این رژیم یا این نظام مال هر جای که هست، کوچکترین اقدام مؤثر و مثبت و اساسی برای یه همچین مسائل روزمره این آدما نمیکنه، ولی از این ور اصرار داره بیش از 15 ساله، بیش از 10 ساله هزاران سختی رو تحمل میکنه، به همین مردم هم فشار میاره، اصرار داره ما میخوایم انرژی اتمی داشته باشیم که فلان در بیمارستان یا موارد علمی استفاده. آیا شک برانگیز نیست برای شما آقای امیر احمدی که آقا این چه است؟ شما فعلا برید اون قسمت ها رو یه کاری بکنید بعد ببینیم درست میگید یا نه، شک برانگیز نیست به نظر شما؟ بله ببینید، خب یکی از مشکلات جمهوری اسلامی از اول هم همین اولویت هاش بود. اصولا کشورهای انقلابی، حکومتهای انقلابی همیشه اولویت ها رو قاطی می کنند و این اتفاق توی شوروی و توی روس، توی چین هم افتاد، توی کوبا هم افتاده، توی کره شمالی هم افتاده، به جاهای دیگه. یعنی اینا اصولا این نیروها چون انقلابی هن و چون می ترسن از دنیا، معمولا به سوی پروژه های نظامی میرن، پروژه های به اصطلاح امنیتی میرن و بخش وسیعی از سرمایه ها رو در این دو بخش، بخش نظامی امنیتی متاسفانه حیف و میل میکنن برای اینکه به اصطلاح انقلاب رو از دست دشمنان محفوظ بدارن. پس یعنی شما تایید میکنید که این شک مشروعه، یعنی اینکه دارن به طرف فعالیت نظامی میرن در ارتباط با مسئله اتمی؟ نمیدونم دو چی میرن. یه واقعیت اینه که کشورهای مثل جمهوری اسلامی در تهدید زندگی کردن و میکنن. از همون روز اولش این انقلاب تهدید داشته، هم در درون، بعد با عراق، بعد با امریکا، بعد با اسرائیل. بخشی از این تهدید تقصیرش خود جمهوری اسلامی، یعنی از تبعات انقلابه، و بخش دیگه‌ش هم از تبعات این انقلاب از اون وره، یعنی نه انقلاب اون طرفا رو دوست داره نه اون طرفا انقلاب رو دوست دارن. بنابراین این تهدید همیشه هست. این خیلی طبیعیه که در چارچوب این تهدید و مخصوصا با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، جمهوری اسلامی به فکر این بیفته که به اصطلاح تاختارهای نظامی امنیتی خودش رو هرچی بیشتر مستحکم کنه. من همیشه اعتقاد داشتم و دارم که هیچ بعید نیست یک وقتی نیروهای انقلابی داخل کشور در یک زمانی به سوی حتی به فکر ساختن بمب هم بباشن، به شکل یعنی در واقع جمهوری اسلامی که تجربیاش اینه که دید در 8 سال جنگ وقتی یه آدم دیوونهی مثل صدام حسین بهش حمله کرد،
تمام دنیا تقریبا من جمله خود همین امریکایی‌ها و غربی‌ها نه فقط از صدام حمایت زبانی که حمایت عملی مالی نظامی پشتیبانی های اطلاعاتی کردن. خب متاسفانه هر دو طرف این جای دفاع نداره صدام حسین، اما آنچه که صدام حسین انجام داد پوششی نخواهد بود بر اصرار آیت الله خمینی و همراهانش از جمله همین رفسنجانی و بقیه بر ادامه جنگ. آقای امیر احمدی اسنادش موجود هست بعد از آزادی خرمشهر توصیه‌ای که شد، یعنی ادامه جنگ به منظور تحکیم پایه‌های حکومت فقیه. بفرمایید آقای چالنگی. ببینید منم باهاتون موافقم که این جنگ بی جهت سالها ادامه پیدا کرد، اما یک اطلاعات غلط هم در این رابطه هست. انگار که وقتی ما خرمشهر رو آزاد کردیم دیگه جای دیگری از ایران دست عراقیان نبود. اینجوری نیست. حتی وقتی که خرمشهر آزاد شد بخش وسیعی از ایران هنوز دست نیروهای بخش وسیعی نبود. خرمشهر عمده ترین جایی بود که در دست کاری با این ندارم. میخوام بگم که دشمن هنوز داخل کشور بود و سالها بعدش هم بود. و اما اینکه خب به هر حال این جنگ باید تموم میشد و صلح میشد یه بحث دیگری. منم قبول دارم، منم نمیخوام بگم که اینا به درستی جنگ، من اصلا روز اول مخالف این جنگ بودم. بله و خاطرتون هست کشورهای عرب پیشنهاد کردن که آقا 60 میلیارد دلار ما خواهیم داد و غرامت های به عنوان غرامت های جنگی، در زمانی هم که نیروهای عراقی در خاک ایران بودن. شما وقتی که میبینید آقای امیر احمدی، من برای جوانان ناچارم اینو بگم، شما وقتی خاطرات آقای منتظری بقیه رو میخونی ملاحظه میکنی که جنگ 8 ساله رو به گفته آقای منتظری آقای رفسنجانی به طور تلفنی هدایت میکرد. اونی که صدام حمله کرده به ایران بخش دیگه از هر کسی هم باعثش بوده که بوده، ولی چون این کارهایی هم این وره قضیه شده. من حرف من اینه که اینو نباید ناگفته بمونه هر زمانی که موضوع جنگ پیش میاد. بفرمایید. اوکی، داریم توجیه نمی کنیم کارهایی رو که اینا کردن و اساسا اینا نیست. شما در مورد جنگ عراق صحبت کردید و اینکه چرا یه حکومتی این همه آدم فقیر داره و پولش رو توی غنی سازی میذاره. منم قبول دارم، منم فکر کنم باید این کشور قبل از اینکه اورانیوم غنی کنه باید مردمش رو غنی کنه. غنی سازی مردم برای من از غنی سازی اورانیوم خب خیلی 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 بیشتر ارزش و اهمیت داره، برای دولت جمهوری اسلامی هم باید داشته باشه که متاسفانه نداره. و اما یک سری واقعیت‌ها ما می‌خوام، ما داریم اینجا نمیگیم چی خوبه یا بده، ما داریم تجزیه تحلیل می‌کنیم، میگیم به عنوان یه تحلیلگر چرا این اتفاقات افتاده. و من فکر می‌کنم این تبعات انقلاب که 36 ساله ایران گرفتارشه و تا وقتی که این جریان انقلابی ادامه داره چاره‌ای نداره. واقعا من اعتقاد ندارم که مسئله هستی، هیچ وقت اعتقاد نداشتم. نمیدونم شما اگه یادتون باشه تو همین برنامه من با گفتم که من خوشبین نیستم، من هرگز خوشبین نبودم که این مذاکرات به نتیجه برسه و من شاید جز نادر ایرانیایی بودم که ایران رفت آمد میکنه و این حکومتیا رو میبینه و با آقای ظریف هم دوسته، ولی در عین حال هم اعتقاد داشت که به نتیجه نمیرسه. برای اینکه من فکر میکنم یه خوشخیالی وجود داشت این وسط و آقای ظریف اون دیدی که آقای ظریف از انقلاب و از امریکا داره با اون دیدی که من دارم متفاوته. من فکر کنم دید من درسته، دید ایشون شاید دید تعاملگرایانه یا مثلا خیلی لیبرالیه، ولی هرچی هست دید آقای ظریف لیبرال نه دید آره ظریف آدم نه لیبرال به معنای غربی، نه لیبرال در چارچوب جمهوری اسلامی. ببینید این هم از اون حرفاست که باید شکافته می لیبرال در جمهوری اسلامی یعنی چی؟ بله حالا همین که میاد میخواد با امریکا و با اروپا تعامل کنه، میدونید حرفای برای میدونم از این حرفا برای هولوکاست و نمیدونم چی. بله همین خنده هایی که دور و بر اینها میکنه آقای ظریف. بله هر جایی که هست میدونه. خب آقای محمدی از آقای چالنجی همه چیز نسبیه. وقتی میگه لیبرال در جمهوری اسلامی یه معنا پیدا میکنه، در امریکا یه معنای دیگه. ولی زندگی مردم، زندگی روزمره مردم با توجه به این نسبیات نیست که اداره میشه. اینی که آقای ظریف نسبت به ولایتی مقداری لیبرال، آقای ولایتی نسبت به خرازی چنان است، اینا راهگشای حل مسائل مردم ایران هست آقای محمدی عزیز. یا به عبارت دیگه
با ادامه چنین وضعیت حکومتی آیا آنچه که آقای امیر احمدی انقلاب مینامه، انقلاب مستمر مینامه و لئون تروتسکی هم در زمان استالین انقلاب مستمر میخوان آن کجا و این کجا، آیا با ادامه این حکومت و این نظام و این وضعیت و این انقلاب فروکش خواهد کرد و بالاخره کسی برای این مردم کاری خواهد کرد از باب سیاست خارجی و این بنبستایی که درش گرفتار هست آقای محمد؟ جناب چلنگی، این مسئله که ایشون اشاره میکنن که اینها آثار انقلاب است، باید ببینیم این انقلاب اصلا چی هست. اگر بحث بر این بود، بنابر این بود که مثلا در یک کشوری از حالت فرض بکنید فرهنگ غربی خارج شده است، حالا میخواهند صبح تا شب برن نماز بخونن، روزه بگیرن، تغییراتی در سبک زندگی انجام بدن، کسی کاری به کارشون نداشت. مسئله این است که انقلاب اسلامی به تعبیر آقای خمینی و به تعبیر آنچه که در قانون اساسی آمده است رو بشناسیم. مسئله این است که میخواهند همون جنگ عراقی که دارید اشاره میکنید، خاطرات سید محمود دعایی رو بخونید. میگوید آقا صدام بارها پیغام داد به آقای خمینی که آقا چرا شیعیان رو تحریک میکنی علیه من؟ من حاضرم حتی بیام به ملاقات شما، بیام حکومت شما رو به رسمیت بشناسم. آقای دعایی میگفتن، ایشون گفتن اهمیت ندید. تا کار به جای رسید که جنگ آغاز شد، حالا مسئله بعد از خرمشهر درست چند تای سربازم بودن ولی میشد جمع جورش کرد، جامعه بین المللی قبول کرده بود که بیانیه و اعلامیه بر علیه صدام بده، قرامت ها رو بدن. خب ما بحثمون این استش که این جمهوری، این انقلابی که صحبت ازش میکنیم، آقا انقلابی است که میخواهد منطقه را در نوردد. اینو به زبان خیلی روشن دارن میگن. حالا آقای ظریف فرض بکنی چون در آمریکا بوده است و زبان اونا رو بهتر میفهمه، میره در نیویورک چیزی میگه، اون که چه ارزشی داره؟ این حرف رو باید از آقای نقدی شنید، باید از آقای مثلا رسایی پور شنید که میگوید سگ زرد برادر شغاله، باید از اون کسانی شنید که میگویند اصلا باید اسرائیل از بین برود. خیلی روشن دارن میگن، آخه به چه زبانی باید بگن؟ و بعد شما ببینید همین نیروگاه بوشهر رو چرا راه دور میریم؟ این نیروگاه قرار بود یک سال بعد از اون انقلاب اگر ادامه پیدا میکرد اون نظام بهره برداری. چرا تا به حال الان 20 ساله، بیشتر از 20 ساله که روسا دارن درستش میکنن، تکمیل و راه اندازی، چرا تا به حال راه اندازی نشده؟ برای اینکه اینا اصلا دنبال اون انرژی هسته‌ای نیستن، ولی اگر بودند خب نیروگاه بوشهر وقتی تولید بکنه دیگه بهانه از دستشون میره. چرا باید نیروگاه ها در درون سایت های نظامی و پایگاه های نظامی باشه؟ همه اینها مسئلهش این استش که جامعه جهانی داره نگاه میکنه، میبینه از کاسه از آشتاختر شده در مورد مسئله اسرائیل و واقعا تهدید میکند که از بین برود. من حالا وارد بخش اسرائیل و ایران نمیشم. از طرف دیگه در هر گوشه ای از کشورها میبینیم یه قده سرطانی، خب به هر حال درست کرده. اگر میگیم با این انقلاب باید کنار بیان، خب کنار نمیان، خیلی ساده و راحت کنار نمیان و حداقلش این استش که ارتباطشون رو میبرن. ارتباط میبرن یعنی داد و ستد نمیکنن. این دیگه داد بیداد، این که آقا از یه طرف شما میگید ما خودمون خودکفا شدیم، از یه طرف نالتون از تحریم در میاد. آقا چلنگی، به مشکلات عادی مردم کاری ندارن. الان میبینیم ریحانه جباری رو دارن اعدامش میکنن، داریم میبینیم غنچه قوامی رو، بابا کاری اعدام کردن آقای صارمی رو بابا هفته گذشته، فقط به خاطر اینکه سوره یونس رو نمیدونم چجوری از آقای امیر اسلانی رو معذرت میخوام اعدام کردن هفته گذشته به خاطر اینکه مثلا سوره یونس رو بد ترجمه کردی. خب اینا اصلا مسئله شون چیز دیگه است. میخواهند حکومت فقیه رو، ولایت فقیه رو در تمام منطقه حاکم بکنن، تعارف هم نمی کنن. بقیهش هم میبینیم که بازی هاییست که دارن انجام میدن، میرن تو نیویورک میشینن، حالا یه روز آقای احمدی نژاد میرود اونجا،
دروشگویی میکند، یه روز آقای روحانی میرود با لبخند همون حرفا رو میزنه، همون حرفا رو میزنه که شما اصلا خودتون بودید که گروه های تروریستی رو درست کردید و حمایت کردید. به هر حال همون جوری که آقای دکتر احمدی اشاره کرد، امیر احمدی اشاره کردن، تا زمانی که این مسئله انقلاب ادامه دارد و جریان دارد، بنده بعید میدونم که روابط متوازن و روابط مطلوبی میان دو طرف برقرار بشه. اشاره کردن آقای محسن امیر اصلانی اعدام شد، بله، به خاطر تعبیر و تفسیر دیگه‌ای که از سوره یونس داشته و بعدا اتهامات دیگه چسبوندن به ایشون و اسمی از صارمی بردن. بله، صارمی هم در خیلی اعدام شدگان این 35 سال بیشتر هست در ایران که بیش از یک سال گذشته اعدام شد و بسیار دیگه، و الان هم ریحانه جباری در مزان اتهام هست. آقای امیر احمدی، صحبت زندان ها شد، اعدام ها شد و روزنامه نگاران بسیاری به زندان رفتن، محکوم شدن و دلایل مختلف، بسیاری هم در زندان هستن الان، از ابوالفضل عابدینی گرفته تا مسعود باستانی گرامی تا دیگر. اما این دروغگویی چرا رؤسای جمهوری اسلامی، هر که به این زنگ انشای مجمع عمومی آمد در سازمان ملل، از جمله دروغ‌های مشترکی گفتن؟ اینکه در ایران ما زندان روزنامه‌نگار زندانی نداریم، چرا؟ چه نیازی هست؟ این در این زنگ انشا بقیه که اونجا نشستن که یه سری دارن چرت میزنن، حالا نه روحانی، بقیه هیئت‌های نمایندگی، خود شما دیدین دیگه، میان انشا رو میخونن دیگه، از قذافی 3 ساعت 4 ساعت خوند و کاغذارم پرت کرد تو دبیرکل، صورت دبیرکل سازمان ملل، عاقبتش هم خوب اون شد که دید. چرا این دروغ ها رو میگه؟ در ایران یه انقلاب هست، به این انقلاب یه نظام داره، رهبری این نظام دست آقای خامنه ایه، به نهادهای انقلابیش از سپاه تا امنیت اون بالا هستن. یکی از زیر مجموعه های این نظام انقلابی اسلامی دولته که یه وقت آقای خامنه ایه، یه وقت آقای رفسنجانی، خاتمی، احمد نژاد یا روحانی. این زیر مجموعه تا یک حدی میتونه در چارچوب این نظام مانورهای مردمی بده، خارج از اون چارچوب باید حرف روحای مردمی بگه، حرف نظام رو بزنه. آقای روحانی هم مثل بقیه در این چارچوب زندگی میکنه و بنابراین در تحلیل نهایی جز در یک محدوده مشخصی نمیتونه خارج از نظام صحبت کنه و خارج از نظام عمل کنه. متاسفانه در غرب و در خیلی جاها من دیدم نظام و دولت رو یکی میگیرن. در ایران دولت آقای روحانی، آقای احمدی نژاد و دیگران با نظام جمهوری اسلامی که اون یه بحث دیگه است، چون آقای خاتمی هم گفته رئیس دفتر، من حرف من اینه که این دروغگویی رو آیا انتظار دارن باور بکنن؟ در غرب کسی هست باور کنه اینو؟ ببین، این بس دروغگویی نیست، این بس در واقع یه چیز عادیه. من دارم میگم آقای روحانی نمیتونه بیاد توی یو ان بگه بله ما زندانی سیاسی روزنامه نگار داریم، این با منافع و فکر نظام. آقای امیرحمد، ببینید، این آقای خمینی هیچ رو درواسی نداشت، اومد روزی که مطالبی در روزنامه نمی گفت آقا بشکنید این قلم ها را، اسلام اصلا مغایر این حرفش که شما ده مغایر اینه، رو در و دیوارم خط نستعلیق در 10 متر نوشتم بشکنید این قلم ها را. در اون در چارچوب نظام اینی که بس. یعنی این من حرف من این هست، یک حجت الاسلامی مثل همین بابا آقای حسن روحانی یا خود آقای خامنه ای موقعی که آمد در مقام رئیس جمهوری نظام، این که نظام حکومت چی هست، این آقای خاتمی هم گفته که مثلا خب ایشون رئیس دفتر، آخرش گفت ما رئیس دفتر آقای خامنه‌ای هست. من حرف من اینه، این دروغ ها رو آیا غرب باور میکنه یا نه؟
نه، برای اینکه اگه باور میکرد که اگه باور میکرد که مسائل ایران غرب حل شده بود، مسائل ببین ایران و غرب هنوز سر حقوق بشر، سر مسئله هسته‌ای، سر حمایت از تروریسم، سر دعوای اسرائیل با فلسطینی ها مسئله داره و جاهای دیگه. بنابراین نه، هر چی که اینا سعی کردن قانع کنن، چه با دروغ، چه با منطق، چه با تبلیغ، چه با پروپاگاندا، خب غرب قبول نمیکنه. اما غربی که میگیم یک تیکه نیست، یه بخش در اون غرب هست که قبول میکنه، یه بخش دیگه از غرب هست که قبول نمیکنه. اما اون غربی که تصمیم برای غرب گرفته در 34-5 سال گذشته، مهم هم نیست کی اونجا نشسته، اون غرب تصمیم گیرنده قبول نکرده این حرفا رو، با کماکان مشکلاتش رو با جمهوری اسلامی حفظ کرده و حتی بیشتر هم شده این مسائل. درسته گاهی میبینی چیزای کوچیکی این برابر میشه، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مسائل حکومت اسلامی با غرب در این 35-6 سال گذشته نه تنها کم نشده که پیچیده تر شده و بدتر و مشکل تر شده و برای قبول نمی کنن اینا. آقای محمدی عزیز، این دروغ ها با چه هدفی گفته میشه؟ از جمله هم وزیر خارجه آقای خامنه ای، در واقع ولایت فقیه آقای ظریف، این حرف رو هم زده، جایی گفته که اصلا ما زندانی سیاسی به طور کلی نداریم. بله، آقای روحانی گفتن که در ایران کسی به خاطر روزنامه نگاری زندانی نمی شود. نه تنها دروغ گفت، بلکه یه جوری توجیه کرد، به خاطر روزنامه نگاری زندانی نمی شود. منظور این استش که اونهایی که در زندان هستن کارهای دیگری کردند. جلوی چشمش 8 نفر رو که در فیسبوک مطلب نوشتن، مجموعاً به 123 سال زندان محکوم کردن. ایشون میخواهد بگوید اونایی که در زندان هستن یعنی با زیرکی دارن دروغ میگن. خیلی تعارف نداره که آقای زیرکی نمیخواد، لازم داره آقای محمدی زیرکی شما دروغ گفتن. زیرکیش در اینجا شنو چلنگی میگه به خاطر روزنامه نگاری زندان نمیشوند، یعنی اونهایی که در زندان هستن به خاطر چیزهای دیگه است. همین اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه، زنای محسنه، نمیدونم بالاخره یه چیز، داشتن تریاک، داشتن نمیدونم روابط نامشروع. خب رئیس جمهور یک کشوری وقتی میرود و دروغ میگوید و همه هم میدونن دروغ میگه، حالا فکر بکنید در مورد هسته‌ای فکر کنن راست میگه، در موارد دیگر فکر کنن راست میگه، اینها جز این که واقعا زیان بزنه به کل ایران، نه فقط جمهوری اسلامی، به کل ایران زیان بزنه. البته من میفهمم که ایشون میگن آره رئیس جمهورم یکی از امربران رهبره، پس یعنی رئیس جمهور کشور نیست، رئیس جمهور نظام کشور نیست، امربر رهبره، یکی رئیس جمهور نظام، رئیس جمهور نظامه. بنابراین اصل مسئله که ما داریم اصلا ساختار نظام جمهوری اسلامی است که باید فکری واسه اون کرد. خب البته آقای محمدی عزیز، آقای امیر احمدی گرامی، توجه دارم بینندگان ما هم که هر روزنامه نگاری رو گرفتن، که بسیار گرفتن، روزنامه نگارانی که کشته شدن، از مختاری عزیز گرفته تا پوینده تا بقی، اتهاماتی بهشون بستن. ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار رو گرفتن، روزنامه نگار یک لاغبایی مثل مسعود باستانی و ابوالفضل عابدینی و بقیه بچه های روزنامه نگارهای جوان، وقتی سر از به زندان بردن اتهاماتی به اونا بستن که آقای امیرحمدی بسیار اصلا تعجب برانگیز، از جمله ابوالفضل عابدینی رو در راه مرمز گرفتن و اتهامش، درست خط انشاء اتهام این است، ارتباط با دول متخاصم. آدم یاد جنگای روس و پروس میفته. از راه مرمز هم با دول متخاصم چطوری میشه ارتباط گرفت؟ این وضع تلفن یا هر چه که هست، این از موارد مضحک اتهاماتی است که این به بچه های نازنین روزنامه نگار بسته. برای سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی گرامی در استودیو لندن و آقای امیر احمدی عزیز در نیویورک. امیدواریم در برنامه های آینده این بحث رو ادامه بدیم. در برنامه فردا شب، چهارشنبه شب
تفسیر خبر با میهمانان برنامه درباره این پرسش گفتگو خواهیم کرد. آیا جمهوری اسلامی در ایران اصلاح پذیر است؟ آنگونه که گروهی میگویند و آنگونه که گروهی مخالف این روند هستند یا میگویند امکان پذیر نیست. تا برنامه فردا شب تفسیر خبر، با امید به فردایی بهتر.